Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any... The rights that humans have? That's a very large debate. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. حقوق بشر، حقوقی که به شما تعلق داره، صرفاً به خاطر اینکه بشر هستید. شیوهی که طبیعتاً انتظار دارید با شما رفتار بشه و سزاوارشید. مثل حق آزاد زیستن، حق بیان عقیده، حق برابری با دیگران. حقوق زیادی وجود دارن و بیشترشون متعلق به گروه‌های خاصی هستن. اما حقوق بشر تنها حقوقیه که قطعاً در همه جا و در مورد همه صدق میکنه. یعنی بچه‌ها، پیرا، فقیرا، بسکتبالیستا، کارگرا، خواننده‌های رب، معلم‌ها، آفریقایی‌ها، سرخپوستا، آلبانیایی‌ها، مسیحی‌ها، مسلمان‌ها، یهودی‌ها، بی‌دین‌ها، مادرتون، پدرتون، همسایه‌تون و شما. همگی دقیقاً حقوق یکسانی دارید. به عبارت دیگه، حقوق بشر جهانیه. اما این سوال باقی میمونه. اینو چی هستن؟ Name human, the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? بنابر منشور سازمان ملل، حقوق بشر شامل 30 مورده که جمعاً بهشون میگن حقوق بشر. اینا در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این زمینه معتبرترین سند دنیاست لیست شدن. اما خیلی طول کشید به اینجا برسیم. اول، اصلا حقوق بشری وجود نداشت. اگه عضو گروه خاصی بودید، امنیت داشتید. وگرنه، نداشتید. اما بعد شخصی به نام کوروش کبیر تصمیم گرفت کل این شرایط رو عوض کنه. اون بعد از پیروزی بر بابل کاری کاملا انقلابی کرد. اعلام کرد همه برده‌ها آزادن. و گفت مردم در انتخاب مذهبشون هم آزادن. صرف نظر از اینکه عضو چه گروهی هست. مردم گفتهای اونو بر لوحی سفالی که به عنوان استوانه کوروش شناخته شد ثبت کردند و به همین سادگی حقوق بشر شکل گرفت. این ایده به سرعت گسترش یافت به یونان، هندوستان و سرانجام به روم. اونا دیدن مردم طبیعتاً از قوانین خاصی پیروی میکنن حتی اگه بهشون گفته نشده باشه و اینا رو قوانین طبیعی نامیدن. اما صاحبان قدرت مرتب اینا رو زیر پا میذاشتن. هزار سال گذشت تا اینکه پادشاهی در انگلستان پذیرفت هیچ کسی نمیتونه حقوق مردم رو زیر پا بذاره، حتی یه پادشاه. بالاخره حقوق مردم شناخته شد و دیگه از دست صاحبان قدرت در امان بودن. البته تا حدی. تا یه عده شورشی انگلیسی استقلالشون رو اعلام نکردن، پادشاه قبول نکرد که همه آدم‌ها برابر آفریده شدن. نه اینکه با این ایده موافق بود، ولی نمیتونست جلوشون رو بگیره و آمریکا به وجود اومد. فرانسوی‌ها هم بلافاصله برای حقوق خودشون انقلاب کردن. لیست اونا حتی طولانی تر بود و اصرار داشتن که این قوانین ساختگی نیستن، طبیعی هن. قوانین طبیعی مردم روم تبدیل به حقوق طبیعی شد. متاسفانه همه چندان خوشحال نشدن. در فرانسه جنرالی به اسم ناپلئون تصمیم گرفت دموکراسی جدید فرانسه رو سرنگون کنه و خودش امپراتور اعلام کنه. امپراتور دنیا و تقریباً موفق شد. ولی کشورهای اروپایی با هم متحد شدن و شکستش دادن. حقوق بشر دوباره موضوع داغ روز شد. قراردادهای بین المللی بسته شدن و در سراسر اروپا حقوق بسیاری به مردم تعلق گرفت. ولی فقط در اروپا. بقیه هنوز به نوعی از این حقوق محروم بودند. تازه امپراتوری های بزرگ اروپا مورد تهاجم، تسخیر و بهره‌کشی هم قرارشون میدادن. ولی بعد وکیل جوانی از هندوستان تصمیم گرفت که این شرایط باید خاتمه پیدا کنه. اسمش مهاتما گاندی بود و با وجود خشونت‌های موجود اصرار داشت که همه مردم دنیا حقوقی دارند، نه فقط اروپایی‌ها. و کم کم حتی اروپایی‌ها هم موافقت کردند. البته به این سادگی‌ام نبود. دو تا جنگ جهانی رخ داد. هیتلر نیمی از یهودی‌ها رو در اردوگاه‌های وحشتناک نازی‌ها از بین برد. 90 میلیون نفر کشته شدند. هیچ وقت حقوق بشر تا این حد به مرز نابودی نزدیک نشده بود و هیچ وقت
دنیا به این شدت نیاز به تغییر نداشت. در نتیجه کشورهای دنیا با هم متحد شدند و سازمان ملل رو تأسیس کردند. هدف اصلی اونا تاکید دوباره بر ایمان به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش شخص انسان بود. ولی حقوق بشر چی بودن؟ بیانیه کوروش کبیر، قوانین طبیعی روم یا اعلامیه فرانسه؟ ظاهراً عقاید مردم در مورد اینکه حقوق بشر چی باید باشن یکم با هم فرق میکرد. اما زیر نظر الینور روزولت، بالاخره با مجموعی از حقوق که در مورد تمامی انسان‌ها صدق میکرد موافقت کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر. چیزی که فرانسوی‌ها حقوق طبیعی می‌دونستن، سرانجام حقوق بشر شد. پس به طور خلاصه، اولش فقط افراد کم خوش‌شانسی یه حقایی داشتن، تا اینکه یکی تصمیم گرفت آدمای دیگه هم باید حقوقی داشته باشن، که خیلی خوب بود. ولی همه موافق نبودن و فقط یه چندین هزار سال جنگ و بیانیه تصویب کردن و جنگای بیشتر لازم بود تا بالاخره همه قبول کنن حقوق بشر به همه تعلق داره و همه به خوبی و خوشی زندگی کردن. فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. اگه مردم حق غذا و سرپناه دارن، چرا هر روز 16 هزار بچه از گرسنگی میمیرن؟ هر 5 ثانیه یکی. اگه مردم آزادی بیان دارن، چرا هزاران نفر به خاطر ابراز عقیده‌شون تو زندونا هستن؟ اگه مردم حق تحصیل دارن، چرا بیشتر از 1 میلیارد بزرگسال بی‌سوادن؟ اگه برده‌داری واقعاً از بین رفته، چرا هنوز 27 میلیون برده وجود داره؟ بیشتر از 2 برابر تعداد برده‌ها در سال 1800 میلادی. واقعیت اینه، وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد، رعایت کردنش قانوناً اجباری نبود، اختیاری بود. و با وجود تعداد زیادی اسناد، توافقنامه‌ها، قراردادها و قانون‌های دیگه، این حقوق هنوز چیزی بیش از کلماتی روی کاغذ نیستن. پس سوال اینه، کی به این کلمه‌ها واقعیت می‌بخشه؟ وقتی دکتر لوتر کینگ برای برابری نژادی راهپیمایی کرد، برای حقوقی راهپیمایی می‌کرد که تقریباً 2 دهه قبل سازمان ملل تصویب کرده بود، ولی هنوز راهپیمایی کرد. وقتی در دهه 90 میلادی نلسون ماندلا برای عدالت اجتماعی قیام کرد، تقریباً 40 سال بود که کشورش با از بین بردن چنین تبعیضاتی موافقت کرده بود، اما هنوز جنگید. اونایی که امروز در برابر شکنجه، فقر و تبعیض می‌جنگن، انسان‌های قوی هیکل یا ابرقهرمان نیستن. اونا مردمن. بچه‌ها، مادرها، پدرها، معلم‌ها و آزاداندیشانی که از سکوت خودداری می‌کنن. کسایین که فهمیدن حقوق بشر یه درس تاریخ، کلماتی بر روی کاغذ، سخنرانی یا آگهی و تبلیغ نیست، بلکه تصمیماتی هن که ما هر روز به عنوان یک انسان می‌گیریم. اونا مسئولیت هایی هستن که همه ما باید به عهده بگیریم. احترام گذاشتن به هم دیگه، کمک به هم دیگه و حمایت از نیازمندا. همونطور که الینور روزولت گفت، حقوق جهانی بشر اصلاً از کجا شروع میشه؟ از جاهای کوچیک نزدیک به خونه. اونقدر نزدیک و اونقدر کوچیک که در هیچ نقشه از دنیا دیده نمیشه. ولی اونا هنوز دنیای خود فرد هستن. محله که توش زندگی میکنه، مدرسه یا دانشگاه، کارخونه، مزرعه یا دفتر کارش. جاهایی که هر مرد و زن و کودکی خواهان عدالت، برابری در فرصت‌های شغلی و ارزش یکسان هستند، بدون هیچ گونه تبعیضی. اگه این قوانین در اینجاها مفهومی نداشته باشند، در هیچ جای دیگه هم مفهومی نخواهند داشت.